محمد ابن ابوبکر فرزند ابوبکر یار علی. در این پادکست قراره به سراغ زندگی نامه یکی از چهره های معروف تاریخ شیعه یعنی محمد ابن ابوبکر برم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. محمد ابن ابوبکر ابن ابی قحافه زاده سال 10 و درگذشته سال 38 هجری از نزدیکترین یاران علی ابن ابی طالب بود که از سوی وی به فرمانداری مصر منصوب شد. وی فرزند خلیفه اول و اسما بنت امیس بود که بعد از درگذشت ابوبکر و ازدواج مادرش با علی ابن ابی طالب در خانه وی پرورش یافت. بین وی و علی همواره محبتی دو جانبه وجود داشت و علی ابن ابی طالب اون رو فرزند خود میخوند. جایگاه وی در نزد علی ابن ابی طالب رو عده‌ای از علمای شیعه همسنگ جایگاه ابوذر غفاری در نزد پیامبر اسلام دونستند. وی از مخالفان برجسته عملکرد سومین خلیفه اسلام عثمان به شمار می اومد و در دوران علی ابن ابی طالب جزء شرطت الخمیس بود و در دو جنگ جمل و صفین فرماندهی بخشی از سپاه علی ابن ابی طالب را بر عهده داشت. وی سرانجام در جریان حمله سپاه شام به مصر توسط معاویه کشته شد. پدر محمد ابوبکر هنگامی که وی 2 سال و چند ماه بیشتر نداشت درگذشت. پس از فوت ابوبکر اسما به ازدواج علی ابن ابی طالب در اومد و بدین ترتیب محمد ابن ابوبکر به خانه علی ابن ابی طالب راه یافت. وی تحت تربیت علی ابن ابی طالب قرار گرفت و همین امر باعث شد که علاقه وافری به علی پیدا کنه. علی ابن ابی طالب هم متقابلا محمد رو بسیار دوست می داشت و اون رو فرزند خود از صلب ابوبکر می دونست. اگه تا اینجای پادکست رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اولین حضور جدی محمد ابن ابوبکر در صحنه فعالیت‌های سیاسی و نظامی به دوران خلافت عثمان برمی‌گردد. محمد در اواخر حکومت عثمان به دلایل گوناگون با وی مخالف بود، از جمله رعایت نکردن عدالت در میان صحابه. عثمان بسیاری از اقوام خود از امویان همچون مروان ابن حکم یا سعید ابن عاص رو بر مسند امور مهم قرار داده و افراد برجسته از صحابه رو به کار نگرفته بود. همچنین کنار نهادن سنت پیامبر اسلام و دو خلیفه پیشین و بی تفاوتی نسبت به حکامی که در نقاط مختلف قلمرو اسلامی به دلخواه خود عمل می کردند، محمد در ملاقات خود با عثمان از این افراد به شدت انتقاد کرد و این موارد باعث تشدید مخالفت وی با عثمان شد. به گزارش تاریخ در ماجرای محاصره خانه عثمان، محمد ابن ابوبکر در مدت محاصره 40 روزه از نزدیک امور را زیر نظر داشت و بر عقیده خود مبنی بر مخالفت با عثمان اصرار می کرد. در خصوص قتل عثمان و نقش محمد ابن ابوبکر نظریات مختلفی از سوی مورخان ذکر شده. عده‌ای معتقدند که وی قاتل عثمان بود و برخی میگن که قاتلان به دستور محمد ابن ابوبکر اون رو به قتل رسوندن و عده‌ای دیگه هم میگن که وی فقط نقش تحریکات رو بر عهده داشت و در قتل عثمان شریک نبود. بررسی مجموعه این 3 نظریه این نتیجه رو میده که محمد ابن ابوبکر از جدیترین عوامل تحریک قتل عثمان به شمار میره. محمد در دوران خلافت علی ابن ابی طالب عضو شرطت الخمیس بود. شرطت الخمیس گروهی از یاران همیشه مسلح علی ابن ابی طالب بودند که با آمادگی کامل در همه جا به وی در امور حکومتی یاری میرسوندند. در ماجرای جنگ جمل محمد ابن ابوبکر در کنار علی ابن ابی طالب و در مقابل خواهر خود عایشه ایستاد. در این جنگ
محمد فرماندهی نیروی پیاده نظام سپاه علی ابن ابی طالب را بر عهده داشت و سور ابن عدی یکی از فرماندهان سپاه جمل را به قتل رسوند. پس از این نبرد به دستور علی ابن ابی طالب، محمد ابن ابی بکر خواهر خود عایشه را با احترام فراوان به همراه 40 زن دیگه از بصره به مکه و از اونجا به مدینه منتقل کرد. محمد ابن ابی بکر در جریان نبرد صفین به نقلی فرمانده پیاده نظام و به نقلی فرمانده جناح چپ سپاه علی ابن ابی طالب بود. علی ابن ابی طالب در رمضان سال 36 هجری محمد ابن ابی بکر رو به فرمانداری مصر منصوب کرد. حکومت مصر ابتدا به قیس ابن سعد ابن عباده سپرده شد و بعد از یک سری اتفاقات محمد ابن ابی بکر به جای وی منصوب شد. سرانجام هنگامی هم که اداره اوضاع مصر بر محمد مشکل شد، علی ابن ابی طالب مالک اشتر رو فرماندار مصر کرد. با پیچیده تر شدن وضعیت مصر و ناتوانی محمد در آرام کردن اوضاع و همچنین خردگیری اهالی مصر از کم سن و سال بودن وی، علی ابن ابی طالب مالک اشتر رو راهی مصر کرد که مالک هم در منطقه‌ای به نام قلزم توسط عوامل معاویه کشته شد. معاویه پس از فارغ شدن از نبرد صفین در صدد حمله و فتح مصر بر اومد. وی نامه‌ای به سران قبایل مصر نوشت و اونها رو به پیوستن به خود فرا خوند. هنگامی که سپاه معاویه به فرماندهی عمرو عاص بر مصر حمله کرد، نیروی بالغ بر 10,000 نفر از قبایل عثمانی مصر به اونها پیوست. سرانجام در نبردی که میان سپاه 16,000 نفری معاویه به فرماندهی عمرو عاص و سپاه 2,000 نفری محمد ابن ابی بکر به فرماندهی کنانت ابن بش در منطقه المصنع اتفاق افتاد، سپاه محمد ابن ابی بکر به سختی شکست خورد و فرمانده سپاه محمد هم کشته شد. در خصوص چگونگی کشته شدن محمد ابن ابی بکر چندین دیدگاه وجود داره که بیشتر منابع معتقدند وی پس از شکست متواری شد و به خرابه پناه برد و در اونجا توسط معاویه ابن حدیج کشته شد و در درون الاغ مرده‌ای قرار داده و سوزانده شد. بنابر نظری مشهور، همسر محمد یکی از 2 دختر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی بود که در ماجرای فتح ایران به دست مسلمانان اسیر شده بود. از بازماندگان محمد ابن ابی بکر میشه از قاسم ابن محمد، فقیه و عالم بزرگ مدینه، یاد کرد که پس از کشته شدن محمد، سرپرستی وی بر عهده عمه خود عایشه گذاشته شد. قاسم دختری به نام ام فروه داشت که محمد ابن علی باقر 5 امام شیعه با وی ازدواج کرد و از این ازدواج جعفر ابن محمد صادق 6 امام شیعیان متولد شد. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.